بچه ها به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدم بهتون طرز آموزش کاشیکو یاد بدم. که همون پیلاک جفتشون این همه زدنشون، فقط تفاوتشون توی اینه که کاشیک دسته داره، پیلاک دسته نداره. پس ما یکیشون رو یاد بگیریم، اون یکی هم میتونیم بزنیم. چه موادی لازم داره برای اینکه ما کاشیک بزنیم؟ ما به سوک آکریلیک احتیاج داریم که توی دو قالب داده میشه، یکی توزشه یکم لیکیتشه. و جدا از اون یه دونه ظرف شیشه میخوام که توش بتونیم هم بزنیم موادمون رو. یه دونم صفحه شیشه لازم داریم که بهتون میگم چرا ما به این لازم داریم جلوتر تو ویدیو. و مدلمون که حالا میخوایم روش کاشیک درست بکنیم. و لاک خیلی مهمه، لاک باید حتما داشته باشید. بعد دیگه به میکروموتور احتیاج دارید برای تصفیه کار، که اونو حالا توی چه خونه چه توی جایی که هست میتونید ازش استفاده بکنید. بریم که ما هم امروز کاشیک درست کنیم. حالا اگر این مدلمون باشه، من فک بالا رو انتخاب کردم، یعنی اوست رو انتخاب کردم. این اگه فکمون باشه و مدلمون باشه، ما نیاز به لاک داریم. تو لاکتون کاملا دست و دلوازی به خرج بدید و همه جای آلچیتون رو کامل لاک بزنید. اگر لاک نزنین، بعدش سوک آکریلیک ما بهش میچسبه و ما جدا کردنش برامون خیلی سخت میشه. پس کاملا دست و دلوازی به خرج بدید و همه جای آلچیتون رو کامل لاک بزنید که یه همچین مشکلی رو باهاش رو درو نشید. البته بگم که به برند لاکتون هم خیلی بستگی داره. بعضی از برندهای لاک اصلا خوب نیستن و این اصلا تقصیر شما نیست و ممکنه که بازم با این حال که لاک میزنین بازم بچسبه. پس کامل اول همه یوزیاشو ما لاک میزنیم. بعد که اینطوری کامل لاکش زدید، همه جاشو کامل لاک زدید، یه هولوش 5 تا 10 دقیقه صبر کنید که این لاک روی آلچیمون خشک بشه. سوک آکریلیک که من استفاده میکنم از این برنده، حالا اگه خواستید تهیه بکنید، راضی بودم، همیشه هم ازش استفاده کردم. کاری که ما الان باید بکنیم اینه که یه مقداری توز و یه مقداری لیکیت اضافه کنیم. فقط اینو بهتون بگم بچه ها، بعضی جاها هستن که به همون اندازه گیریشو میدن که چقدر توز بریزید و چقدر لیکید، ولی بعضی جاها هم نمیدن. یعنی تو بعضی از برندها نداره اون کاپشو که بتونید، شما باید چشمی این کار رو انجام بدید. حالا من اونقدری که فکر میکنم کافیه توز میریزم، یه مقداری باید بیشتر بریزم. الان کافیه، اینقدر من توز ریختم. و حالا لیکیت رو بهش اضافه میکنین، کامل و به همه جاش لیکیت برسه دیگه. هم میزنم ببینم که کافیه یا نه. بله کافیه. بعدید یه چیز بذارید روش که یه ذره خوشو بگیره. تو این حینم شما یه آب برای خودتون بیارید، چون ما حتما دستتون خیس باشه، یعنی دستتون خیس نباشه نمیتونید کار بکنید باش. بچه ها اینم بهتون بگم، حین گرفتنش چک بکنید که ببینید گرفته یا نه، چون که برندا با همدیگه فرق دارن، ممکنه یکی یه ذره دیرتر صفر بشه یکی زودتر. الان وقتی مثلا چیز میکنیم، ببینین الان به این حالت که رسید، یعنی ما میتونیم روش فرم بدیم. یه ذره سفترم بشه بهتره، ولی خیلی سفت بشه سری خشک میشه و دیگه ما نمیتونیم. ولی الان نگاه کنید به این حالت برسه، یعنی کارمون آماده است. من الان چیکار میکنم؟ یه مقداری دستم رو خیس میکنم. کامل خیس کنید، یعنی اصلا مهم نیست. و از تو ظرف برش میدارم.
ذره با دستکش کار کردن سخت. خب یه ذره آبم اینجا میریزم. کامل خیسش میکنم. این کارو نکنین باعث میشه به ظرفتون بچسبه. و حالا یه ذره اینجوری اینجوریش میکنم و با ظرف شیشه این پخشش میکنم. یه همچین فرمی رو به هم بده. بعد مدلم رو برمیدارم و اینو روی مدل میخوابم. بچه دقت هم داشته باشید که اصلا نباید این کار کلوف شه. جاهایش که به نظرتون اضافه است و با اسپاتول بگیرید. و بچه به این حالت که رسید، کاری که میکنین برای اینکه این حالتهایی که دید میبینید روش ایجاد شده، یه مقداری لیکید بردارید و بزنین و بعدش اینجوری روی سطحش کامل صاف کنین. دوباره برای این مرشم همینطور. حالا به یه اسپاتول احتیاج دارید. این اسپاتولم موقعی کاری خورده کثیف شد و خورده اذیت میکنه. حالا یه اسپاتول تمیز اگه داشته باشید بهتر. اون جاهایی که اضافه است و همین الان حین کار بگیرید خیلی تو جلوتر بهتون کمک میکنه. ما الان بیس کاشیکمون رو در واقع درست کردیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ الان باید دستش رو درست کنیم. خب برای درست کردن دستش هم دقیقا به همین شکل ما دوباره همین کار رو انجام میدیم. خورده چیزه ممکنه وا بره. دستتون رو زیرش نگه دارید کامل و اینجا رو به سمت بالا اینجوری هی با همون لحظه نگه دارید و سعی کنید از اطراف بچسبونیدش و همطور از پایین. حالا به یه جای تکیهش بدید، یه ذره صبر کنید که خشک بشه و رو همین فرم بمونه. در واقع دیگه ما الان فقط صبر میکنیم که یه ذره خشک بشه، بعد که بتونیم بقیه کارا رو انجام بدیم. خب بچه ها خشک شد، شما نیاز به یه اسپاتولی دارید که نازک باشه و بتونین اینجوری بزنین زیرش. ذاتم بزنین خودش کم کم بلند میشه. این کار که سعی کنین یه ذره با دقت کامل انجام بدید از شکستگی و اینا جلوگیری میکنین. همونجوری هم که گفتم اگه خوب لاک بزنین خیلی راحت تر در میاد. خب این از کاشیکمون درست شده، فقط ما باید تصفیه کنیم. حالا موقع تصفیه کردن ما باید به چه چیزایی دقت کنیم؟ یکی که اینجا باید تمامی این اضافات گرفته بشه. شما تصور کنین که قرار بره تو دهن بیمار. خب اگه اینجور بره همین لثه‌هاشو داغون میکنه، واسه همین باید تمامی اینا گرفته بشه موقع تصفیه کردن. و حالا اگر خیلی کلوفته مقداری نازک بشه، الان دقت بکنین اینجا یه ذره کلوفتی داره، اینجا باید یه ذره خیلی کمی گرفته بشه. جدا از اون کاشکمون خودش خوب در اومده. و اینم بگم توی تصفیه شما به هیچ عنوان نباید داخل این کاشیک رو تصفیه بکنین. اینجاهاش هیچ دستکاری نباید بشه که مشکلی برامون پیش نیاره و بتونه توی فک راحت بشینه و در بیاد. خب بریم که تصفیهش هم انجام بدیم. دیگه کار کاشیکمون هم تقریبا تموم شده. بریم که انجام بدیم و بیایم. اینجوری نمیتونم کار کنم، متوجه شدین؟ یعنی طرز درسته گرفتن میکروموتور در واقع این شکله. شما اینجوری باید از این دست کمک بگیرید و با این دست میکروموتور رو بگیرید. حالا برم که من این ذره تصفیه بکنم و کارمون تقریبا تموم شده. تصفیه این کارم انجام دادیم و کارمون تموم شد. همونجوری که میبینیم فقط اون جایی که اضافه بوده رو گرفتم و یه ذره به دستم فرم دادم و دیگه کاشیک من کامل تمومه و میتونم ازش به عنوان کاشیکی که برای بیمار استفاده کنم. خب بچه ها کاشیکمون هم تموم شد. همونجوری که میبینی خیلی کار سختی نیست، فقط یه چند تا تکنیک نیاز داشت که باید اونا رو بلد باشید که کارتون درست در بیاد.
ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما تو قسمت کامنت ها یادتون باشه که بنویسید دوست دارید موضوع بعدی که راجبش ویدیو درست میکنم کدوم باشه. و اگه جای هستش که بازم میگم متوجه نشدید، حتما برام بنویسید که من مشکل رو حلش کنم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.